استاندار کربلا پیش بینی کرد که 20 میلیون زائر داخلی و خارجی برای بزرگداشت اربعین حسینی به این استان سفر کنند. نصیف الخطابی استاندار کربلا امروز یکشنبه در کنفرانس خبری اظهار داشت تا کنون بیش از 3 میلیون زائر خارجی و میلیون ها زائر داخلی برای بزرگداشت مراسم اربعین امام حسین علیه السلام به شهر کربلا سفر کردند. سفیر کانادا در عراق روز یکشنبه به زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام رفت و از پروژه های آستان مقدس حسینی و خدمات این مرکز به همه مردم عراق تمجید کرد. گریگوری گالیگان با تأکید بر اینکه برای شرکت در زیارت اربعین به خاطر اهمیت آن به کربلا رفته گفت: کار من فقط ماندن در بغداد نیست، بلکه سفر به استانهای مختلف عراق و مهمترین آنها استان کربلای معلا، آن هم در این زمان مهم یعنی زیارت اربعین است که باید در آن حضور داشته باشم و زائرانی را که به استان می آیند ببینم. حوزه علمیه نجف اشرف روز یکشنبه نهمین همایش موکبدارانی را که به زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت رسانی می کنند تحت شعار زیارت اربعین روش شیعیان در وفاداری برگزار کرد. سید احمد علشکوری در این همایش که با حضور گروهی از شخصیت‌ها و رؤسای موکب‌های حسینی مستقر در جاده‌های منتهی به شهر مقدس کربلا برگزار شد به سخنرانی پرداخت. رسانه‌های محلی پاکستان اعلام کردند که تا به این لحظه بیش از 75,000 زائر پاکستانی موفق نشدند ویزای عراق را دریافت کنند تا برای شرکت در مراسم زیارت اربعین خود را به خاک عراق برسانند. گفته می شود این شیعیان پاکستانی مدارک خود را برای دریافت ویزا به سفارت عراق در پاکستان تحویل دادند، اما تا به این لحظه ویزا دریافت نکردند. از این تعداد افراد 20,000 نفر حتی بلیت سفر خود را خریداری و تهیه کردند و فقط منتظر دریافت ویزا هستند. آیت الله العظمی شیخ بشیر النجفی از مراجع اعزام تقلید نجف اشرف امروز نیز همانند سالهای گذشته در مراسم مشایعه اربعین حسینی حضور یافت و مسافتی را در کنار دیگر زائران و عاشقان امام حسین علیه السلام به پیاده روی پرداخت.